رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. امیدوارم خوب باشید. آقای دکتر، من دو تا سوال کاملا غیر مرتبط دارم ازتون. اول یه سوال کوچیک راجع به پسرم دارم، یعنی یه سوال کلیه. میخوام بدونم که شما با این موضوع موافق هستین که بچه ها توی سن 5 سالگی که میخوام برن کیندرگاردن که آردی 2 زبونه هستن، یه زبون دیگه برن کیندرگاردن یا نه؟ ما توی کانادا هستیم، پسر من خب فارسی و انگلیسی میدونه. اینجا یه سری کیندرگاردن هست که فرنچ ایمرژن اسکولا هستن که بهشون میگن. از کیندرگاردن شروع میکنن فرنچ فقط خوندن. شما با این موافقید یا نه؟ شما کجای کانادا هستید؟ ما کانادا هستیم، ونکوور. نه آخه ونکوور که اونقدر زبان فرانسه معمول و مرسوم نیست. نه ولی یه چیزی که رایت شده مدرسه فرنچ ایمرژن. نه متوجه هستم. بله، اولا چقدر تسلط پسرتون به زبان انگلیسی در چه حدیه؟ در حد خیلی خوب، سال... از فارسی بهتره. نه از فارسی میدونم بهتره، ولی در مقام مقایسه با بچه کانادایی انگلیسیش همون اندازه هست؟ نه انگلیسیش از فارسیش بهتره، بله انگلیسیش خیلی خوبه چون دیکر میره از 2 سالگی. نه ولی من مقایسهش میخوام بکنم با بچه کانادایی، نه با بچه ایرانی. اگر اونجا مقایسه است، بعدم ببینید بعضی از بچه ها استعداد زبان رو دارند و علاقه مندن. من خیلی راحت نیستم، میدونید سیستم رو به هم میریزه، ولی اگر شما فکر میکنید که بره اینجا و بعدم تو همون سیستم با همون بچه ها میمونه و اونا همچنان 2 زبانه هستند. بقیه بچه ها توی فرنچ ایمرژن میکسن، از همه زبان های مختلف میان، حتی خب کسی که فقط انگلیسی بلدن یا اینکه حالا چاینیز یا چیزای دیگه. ولی من مشکلم با اینه که یهو وقتی که حالا تا الان دیگه فرنچ نشنیده، یهو از کیندرگاردن تمام درس ها قرار فرنچ تدریس بشه، این تاثیر بد، یعنی من نمیخوام این کار کنم به جای اینکه بهتر بکنم بدتر بکنم. یه پرسش ازتون دارم، شما فکر میکنید مثلا ظرف 5 سال 10 سال آینده تو همون منطقه ونکوور انگلیسی زبان میمونید یا ممکنه برید مونترال یا جای دیگه؟ نه میمونید. اگر از من فکر نمی کنم اونجا الان بگذاریدش. ببینید عزیز، اشکار کار این است که زبان یک خانه هست، یه طرح خانه است و چون خیلی ها فکر کنه فقط یه لغته که حالا به جای لغت فرض کنید این میگن دیس، نه این نیست و یه همچنین است که وقتی مثل اونی که شما طرح دو تا خونه رو هم بگذارید، همینجاست که بچه های ما که مثلا در امریکا انگلیسی و فارسی بلدن، همه انگلیسی هاشون از حدی که قرار باشه کمتره. یعنی من اگر به شما بگم که یک، حالا نه اینکه جزئیات وارد نمیخوام بشم، 1000 تا بچه ایرانی بودن که تو همه زمین ها 98 یا 99% تاپ امریکا بودن، هیچ کدوم زبانشون به 90 نمیرسید، در حالی که ای بسا 2 برابر بچه های امریکایی کتاب هم خونده بودن انگلیسی. ولی یه چیزیست که ما بشکنیم من مؤثر قبلی، یعنی یاد گرفتن این زبان مانع زبان دیگه است، برخلاف تصور مردم که فکر کنن کار ساده میکنه، اصلا چنین نیست. یعنی یه مقدار برداشت های غلط در این زمینه به دلایلی که بیشتر جنبه ملی و نمیدونم نمایشی و تظاهر داره داشته که ما به اونجا رسیدیم. اگر شما میخواید تو ونکوور بمونید، اونجایی که من در ونکوور دارم تو زبان فرانسه هست، ولی زبان اصلی 90% موارد در حدی که من پیک میکنم بهش نتیجه رستم انگلیسی بوده، الان ضرورتی نداره، ولی بعدا میتونید بذارید زبان فرانسه هم یاد بگیره چون اون به هر حال یه امتیازی است تو کانادا. ولی الان که یه دفعه بچه‌ای که فرانسه نمیدونه بره سر کلاس، یه دفعه یه ده بچه‌ها به قول معروف به راحتی به فارس به فرانسه بلدن و بلبل زبانی میکنن و او از بقیه متفاوت، احساس خوبی نیست. اگر بره یه کلاس کیندرگاردن اینطوریه که فرنچ ایمرژن اینطوریه که همه تقریبا همه بچه‌ای که دارن اون کیندرگاردن شروع میکنن هیچ کی فرنچ نمیدونه، چون یه سری مدرسه دیگه هست که اونا فول فرنچن، اونا بچه‌ای هستن که پدر یا مادرشون یکیشون حداقل فرنچ میدونه، ولی فرنچ ایمرژن همه یه جورن، هیچ کی فرانسه نمیدونه. آخه این حرف رو نمیتونید بزنید، من از شما میشنوم حتما نظرتون درست، ولی من که قبول نمیکنم. بلکه شما که نمیتونید بگید فلان خانواده ای که تو کانادا زندگی میکنن بچه‌هاشون اصلا فرانسه نمیدونن. خیلی های دو سال مونترال بوده، یه بس ها فرزند خدمت کن، بنابراین اونو نمیشه حکم کرد. شما به من بگید که فرزند من میره یه جا که هیچ کس فرانسه نمیدونه، همه با هم فرانسه رو شروع میکنن حتما، ولی اگر تو اون بچه ها که مثلا 15 تا هستن 4 تاشون فرانسه شون خوبه، خب بقیه بچه ها احساس حقارت میکنن و این سن و سال سن بدیه، سن مقایسه، سن مسخره کردنه. یه لغت میگه اشتباه میگه بهش میخندن.
من باش راحت نیستم عزیز. من اصولا میدونید زبانهای مختلف رو برش امتیازی قائل نیستم. به همجاز که میگم 2 سال اول فقط یه زبان، برای که اون در حقیقت فاوندیشن سر جای خودشون استخون بندیه سر جای خودش باشه. الانم ترجیح نداره، ولی توصیه به شما میکنم که از مثلا 1-2 سال بعد یا حتی از حالا کلاس فرانسه بذاریدش، که میدونن میرم اونجا با کسایی که فرانسه نمیدونن ما شروع کردیم از آغاز، که بعد مثلا بتونه برسه. ولی اینکه بچه رو یه همچی فشاری روش بگذارید، فارسی و انگلیسی هست، حالا انگلیسی هم خیلی خوبه، حالا یه زبانی بیاد که باز نمیدونه. بعدم ما به اندازه کافی خارجی هستیم عزیز و متفاوت با امتیاز منفی، اینی که یکی دیگه هم بهش اضافه کنید من باش خوشحال نیستم. نه مرسی، خیلی برای نظر شما مهم بود. و چون که الان چون دیدم شما راجع به مثلا لینگویستیک و اینا همیشه خوب استاد هستین، مثلا الان تا چند وقت پیش خیر رو نمیتونست بگه، حل میگفت هرو میگفت، ولی الان قاطی کرده، مثلا میخواد بگه خونه میگه هونه، ولی مثلا میخواد بگه حوله میگه خوله. اینا رو من باید راجع بهش اصلا مهم باشم. نه اصلا به رو خودتونم نیارید، چون ببینید اشتباهاتی از این قبیل فقط وقتی مسئله میشه که به صحنه آگاه میاد و کنارش یه ذره احساس بد یا شرم میاد و بعد بچه رو از زبان بیزار میکنه. من خاطرم از توی مهمونی پسر بزرگ من گفت میخوایم یه چیزی رو برفوشیم، خوشبختانه هیچ کس تصحیحش نکرد، منم نکردم، اما من مثلا ظرف هفته بعد 20-30 تا مورد پیدا کردم که گفتیم مثلا با اینجا رو بفروشیم، بعد اونا مثل که اون را رو فروختن، یعنی بدون که اون اصلا متوجه بشه. و بعد دیدم بعد از یه مدت میگه بفروشیم، یعنی بدون که بفهمه اشتباه کرده. چون ببینید ما همه، شما فرض کنید یه مطلبی بفرمایید، یکی به شما بگه نه اشتباه کردید، بهتون بر میخوره. مثلا بعض وقت خیلی اذیت کننده است. بچه ها نسبت به این موضوع خیلی خیلی حساس دارن، چون باشه بچه ها مثلا بین 6 تا 8 سالگی اصلا از طریق مسخره کردن هم خوب و خوشن. میدونید اینا مسائلی است که میدونیم اینی که، ولی اصلا به رو خودتون نیارید، فقط یه کار دیگه بکنید. شما بنابراین دنبال بهانه میگید من میخوام برم حوله رو بشورم، به همسرت بگید تو حوله تو کجا گذاشتی، تو حوله رو یه حوله کوچیک‌تر بخرم برات، یا همین خوبه، یه حوله بزرگتر چطوره. یعنی 50 دفعه اگر شما توی روز بگید حوله، اون متوجه میشه حوله، بدونی که به او بگی تو گفتی حوله. درسته، متوجه شدم، ممنونم ازتون. اون وقت این خیلی سوالم زیاد میشه، سوال اصلیمو بکنم ازتون. نه عزیزم، نه راحت باشید. من خیلی شدید از وقتی که بچم به دنیا اومده انگزایتی و فوبیا اینو دارم که اگه یه بلایی سر من بیاد چی میشه. یعنی این فکر منو دیوونه میکنه. من دارم رانندگی میکنم، فکر میکنم اگه الان دو نفر خیلی خوشحال میشن، یکی همسرتون که زن بهتری میگیره، یکی پسرتون که مادر بهتری پیدا میکنه. نه هیچ نگران نباشید عزیز من. اسم این است نوراتیک انگزایتی. نوراتیک انگزایتی یا اضطراب عصبی برمیگرده به اینکه ما در کودکیمون درگیر یه نوع احساسات دوگانه love hate relation بودیم، یعنی محبت و یا مهر و کین بودیم، ولی عشق و تنفر نیست، و در نتیجه در مغز ما دو چیز به هم چسبیده. من یه کسی رو که خیلی دوست دارم یا یه چیزی که برای من مهمه، جنبه بد و منفیش هم بهش چسبیده، و بنابراین وقتی که فرض کنین من پدرم و بچه های من دیر میان و من بچه هامو دوست دارم، جنبه دومی که به عنوان احتمال نمیاد در مقابلش 5 تا احتمال، احتمال بعدی اینی که تصادف کردن مردن، و این زمینه نوراتیک انگزایتی. این درست همون چیزی که ما در رفتارهای عادی اونم داریم، به پسر دختر رو میگیم این کارو بکن عزیزم، این انجام بده، همین الان ببین این انجام بده، خواهش رو قربونت برم بکن، میذارم تو سرت ها، چی شد؟ یعنی مهره شد که این به نظر اون عادی میاد، ولی اصلا نیست عزیز. بنابراین شما نشون دهنده اسپین هست استراب عصبی. استراب عصبی از این دوگانگی ذهن میاد که همه چیزهای خوب برای ما در این حال هم مسئله نبودنش و مرگش مطرحه. بنابراین یه پدر و مادری که میگن وقتی بچه هامون دیر میان ما ناراحت میشیم، فکر کنیم مبادا اتفاق افتاده شد، نوراتیک انگزایتی داره و ایلا نبادم چی فکر میکنن. چرا بچه من که دیر میاد دیر میاد؟ آمارای امریکا نشون میده از 400 هزار تا بچه که بیش از 1 ساعت دیر میان، از 1 ساعت میگذره دیر میان، یکیشون تصادف کرده. پس اصلا جایی برای نگرانی نیست. ولی وقتی من فکر میکنم از اتوان یه
شوهری بود که میگفت که من وقتی دیر میام همسرم فکر کنه من با یه زنی رفتم بیرون، وقتی پسرمون دیر میاد فکر کنه که تصادف کرده. خب قربونت برم جایی ما رو عوض کن، هممون خوشحال راحت خواهیم بود. من که دیر میام فکر کن تصادف کردم، خلاص شدی تو، پسرمونم رفته با یه دختری بیرون، همه خوشحال و شاد خواهیم بود. نه، اون نشانه اون رها کنید عزیز، اصلا این فکر خب هم نیست. برو چی کار باید بکنم؟ راه به حلی چی باید به شما خودتون کجاست؟ به خودتون باید اولا باید بدونید که نوراتیک انگزایتی دارید. شما یک کمی این حالت دو حتی بدید، این حالت ها معمولا حالت همه یا هیچ هم میشه. مثلا شما یه کوشش کنید یه کاری بکنید نشد، اصلا ولش میکنید. بله من مثلا من همینجوری خواستم هستم. من خب آره دیگه، اینا همه نشون دهنده یک کمی با کسی باید کار کرد و در مقابلش ایستاد. این یعنی شما مثلا بدبختی میگید به این داره که کودکی من پدرم رو 5 سالم که بود از دست دادم، ایشون تصادف کردن فوت دقیق کردن. خدا این بفرم الان این مال اونه؟ من که حتما مال اون عزیز. شما من بگید کسی که برای شما عزیز بوده و برای همه عزیز بوده و تو خونه بوده و مهم بوده رفته، خب معلومه شما یه دوگانگی پیدا میکنید. برای یه بچه 5 ساله فکر کنه چی شد که پدرش فوت کرد، منو دوست نداشت، خدا اونو برد، بس این که چی بهتون میگن. بله علتش این بود که من کار خوب نکردم، تقصیر من بود. اینا همه به ذهن شما میاد عزیز و به همجاست که الانم شما خودتون رو گرفتار. گفتم این یکی از مرموزترین و بدترین نوع استرابه، نوراتیک انگزایتی. یعنی ما همیشه همه چیز خوب رو با بد داریم. این همون چیزیست که در حالت عصبانیت هم تبدیل میشه، آدم های چیز پرت کنن خورد کنن. بله من حتی اگه پسرم خواب باشه کامراش خاموش بشه، یا صبح اگه قرار ساعت 6 صبح بیدار میشه بشه 6:30، میگم او برم ببینم چی شده، نکنه یه چیزی شده. همش فکر می‌کنم یه اتفاقی میفته، قرار یه چیزی بدی خب بشه. خب 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 دیگه اشکالی ببینی عزیز، ما یه ترس داریم، یه استراب داریم، اسم حال شما نگرانی، وورینس، یعنی یه پدیده مبهمه که شما هر وقت یه چیزی سر جایی که باید باشه نیست فکر میکنید اتفاق بدی افتاده، یا مخصوصا ذهن شما میره به بدترین احتمال و اینه که مسئله است. در حالی که فرض کنید اگر شما دیر بیاید سر کار، 50 تا دلیل داره، ولی و اون احتمال اینکه کشته شده باشید درست جز 50 تا احتمال است، ولی احتمالش اصلا قابل مقایسه با بقیه نیست. ولی خب کسی که اینجوری فکر کنه، فکر کنه شما تصادف کردید. بنابراین اون یه ذهنی است که ببینید برخی از ذهنها تمام مدت کارشون اینه که هر وقت با یه چیزی روبرو میشن یا میرن سراغ مشابهش یا عکسش. یعنی من به شما میگم طرف خونش رو فروخت، میگید برادرم نفروخت. خب این اصلا چه ارتباطی داره به موضوع؟ و یا اشتباه کرد که فروخت، چون شنیدید یه کسی فروخته خوب نفروخته. این ذهنها نشوندهنده یک نوع ریاکشن و واکنش به حوادثه بدونی که وارد یه پروسه ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری قرار بگیره. یه کمی هم تو این زمینه میتونید آدم عجولی باشید. او من یه ذرم ببینید همه یه بار دارید، امیدوارم همسرتون رو نشتمن و ایلا به فکر یه مادر خوب برای پسرشون میفتن. بله خب پس شما نظرت که من باید حتما کمک بگیرم درسته؟ بهترین کار اینه که مشورت کنید، بعدم سیدی ترس و استراب و وحشت و استرس منو بشنوید عزیز، چون اون مایه شماست. پشتش هم متاسفانه افسردگیه، بعدم یه زمینه برای خشم و عصبانیت درست میکنه. بله من الان خیلی آدم عصبانی شدم، یعنی همش عصبانی هم، یعنی خیلی خودم کنترل میکنم که خب چون شما فرمودین که هیچ پدر مادری حق نداره هیچ وقت بچه رو دعوا کنه یا سوال هرگز خودم و این یه جای دیگه منفجر میشه، یعنی سر اصلا بی خودی باشه. هنوز عیبی نداره، برید هر جای دیگه میخواید منفجرش کنید رو بچه منفجرش نکنید. ولی ببینید عزیز، نه احتیاج به یک کمی آگاهی دارید. اول شما آگاهیتون رو بیشتر کنید. نمیخوام برای سی دی یا یو اس بی تبدیلی که بشه، من که لطفا ترس و استراب و وحشت، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم، این 28 ساعت مطمئن باشید دو تا کار میکنه، نظرتون راجع به همه موضوع عوض میکنه. حداقل 20% استرستون رو و یه 20% اگر نه بیشتر استرابتون رو از بین میبره. برای که همینقدر که آدم آگاه باشه دیگه یه نوع دیگه ای به تدریج به موضوع نگاه میکنه. برای به خودتون هشدار بدید، فرض بفرمایید تا به ذهنتون میاد میگید بس دیگه، بس دیگه،
وقتی شما 200 دفعه 300 دفعه به خودتون بگید بس دیگه و حواستون رو به چیز دیگه مشغول کنید، یه کار دیگه بکنید، بعدش ببینید دیگه اصلا نمیاد. برای که ببینید، من شما سیدی خوشبختی منو اگر ببینید، یه آدمی است که معلوم نیست زن یا مرده، جلو پیشونش یه دونه در، کنار در یه آدم ایستاده، دربونه، دو تا پرچم سبز و قرمز داره. به مغز ما باید بگیم چه بره تو چه بیاد بیرون، یعنی ما باید این کنترل رو داشته باشیم. و این کنترل داشتن به این صورتی که اگر یه کسی 100 دفعه اومد در خونه شما در زد، در روش باز نکردی، خب میره دیگه نمیاد. ولی اگر هر روز در رو باز کردی، دعوتش کردید، آمد تو، و فردا میاد. شما همین فکرها رو دعوت میکنید، بگید بیاید تو راجبش فکر کنید. و خب معلومه که اینا به جای روزی 5 دفعه، حالا دیگه 15 دفعه، بعد 50 دفعه میاد. ولی وقتی به خودتون نهیب بزنید به صورت بد که بس، حتی لغتهای بدتر هم میشه گفت که اثرگذار باشه، ببخشید منو، مثلا خفه دیگه، بسه دیگه، روزی که یه همچین حرفی رو زدید و اینو 200 بار تکرار کردید، بعد میگید اصلا دیگه نیومدن. برای که اونا دقیقا گوش دارن میشنون که شما چی بهشون میگید. مرسی آقای جو، واقعا ممنونم. میخواستم راجع به پسرم که 4 سالشه ازتون سوال کنم. پسر من کلا از بچگی یه ذره بیشتر از سنش هر کاری رو میکرد. الان هم که مثلا 4 سالشه، مثلا این مدلی که میفهمه و درک میکنه یا حرف میزنه منطقی که داره، مثل بچه 6-7 ساله. چه آخه از کجا اینو میگی؟ نه اولا شما همین یه دونه فرزند رو دارید، درسته؟ بله بله. یا یواشکی بله. نه بله، چون اینو از بقیه اطرافیان همه میگن، یعنی میتونم نهاد مقایسه کنم، ولی بچه های همسن و سالشو که میبینم، مدلی که این حرف زنه نه مردم، نه 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 سب اولا مردم در این زمین آگاهی نه یه چیزی میگن. دوم بچه که بزرگ سالانه حرف میزنه به نظر میاد با اوشتر عاقل‌تر نیست، اتفاقا نشون دهنده استراب و نگرانیشه. ببینید، من وقتی که آمدم توی مهمونی دیدم همه لفظ قلم حرف میزنن و گفتم همان گونه که بیاناتی فرمودن. نه نه نه، منظورم این نیست، منظورم سوالایی که میکنه. مثلا از وقتی 3 سالش بود، مثلا یه مثال که برجون بزنم، مثلا یه بار سر صبحونه به من گفتش که مثلا مامی من چرا نمیتونم فیس خودم رو ببینم ولی فیس تو رو مثلا با یا مثلا بابا رو میبینم، یا مثلا میگه چرا فکر کنی یه چیز. خب یه واقعیتیه، بچه میتونه متوجه بشه. خب این سوالای مثلا عجیب غریبه، اینجوری که بعضی وقتا مثلا میمونم چطوری بهش جواب بدم، مثلا چرا تو تاریکی نمیبینیم. از 3 سالگی اینا شروع شده که بعد همسناشو مقایسه میکنن، مثلا حتی نمیدونستن که باید راجع به این چیزا سوال کنن. یا اگه توی کتاب داستان یه بچه هست که فقط دست مامانه رو نشون میده، بقیه بدنش نیست، مثلا از من سوال میکرد چرا بعد صورت مامانه گوب چی شده، یعنی اینا رو تشخیص میداد. تشخیصایی که میداد یه ذره احساس میکنم بیشتر بود، به خاطر این میگم. سوال های حتی غریبی که نمیدونم مثلا چجوری برداشت. ببینید عزیز، ویژگی بچه ها تو این سن دو تا چیزه، یکی هوشه که این هوش تقریبا متوسط هوش پدر مادر، بیشتر با گرایش به سمت مادر. بنابراین اگر شما من بگید من بهره هوشیم 150 میتونم بگم، ولی اگر نه نیست. دوم، برخی از بچه ها به دلیل یه زمینه نگرانی و بد و منفی بودن این پرسش ها رو میکنن. ببینید، فرض بفرمایید شما بیاید توی مهمونی، یکی بگه خونتون رو چند خریدید، شما یه عددی بگید، آدم بدبین و منفی ولتون نمیکنه، 4 تا سوال دیگه هم میکنه، ولی این نشانه هوشش نیست، این نشانه یه جنبه بد و منفی است. یعنی پیامی که من میگیرم، نمیخوام اذیتتون کنم، پیامی که من میگیرم بیشتر استراب و نگرانی. بعدم بچه های تک هیچ وقت در سنشون نیستن، همیشه از سنشون کمتر و بیشترن، یعنی هم کودکی بیشتری دارند هم بزرگسالی. به همین جهت که حتی تو حالا سن باز 4 اونقدر کمه، ولی مثلا یه پسر و دختر 15 ساله اگر بچه تکه، اینقدر که 5 ساله میشه و اینقدر که 50 ساله میشه، هیچ بچه 15 ساله‌ای که دو تا خواهر برادر داره نمیشه. اینا به اونجا مرتبط. حالا ازش چه نتیجه ای میخواید بگیرید؟ این اضطراب و نگرانی فکر می‌کنین از من چجوری میتونم ببینم از کجا داره میاد که بتونم؟ بنابراین بیشتر این کار این است که آرامش بشه، دوم پاسخها آرومش کنه. فرض بفرمایید در جهت چرا تو تاریکی، حرف این است که حالا بزرگ بشیم فهمید نور باید بیفته اینجا، چون نور نیست ما نمیبینیم، چون فرضش بر اینه که چیزا باید دیده بشن، متوجه نیست. یعنی فرض بر این است که
اگر نور باشه دیدن بین خب من چشم اینو و گفتم که بعد نور آخه به ما کمک متوجه میکنه نمیشه، ببینیم، آخه اون اصلا ولی بعد اون نمیفهمه. میگه که چرا چراغ شب رنگی که مثلا توی سقف خب بشه، پس چطور حالا که تاریکه پس اون نور چرا میبینیم، نه پس ببینید، چطور نور. ببینید نه اونها رو میتونم بفهمم، حرفی هم ندارم، ولی میخوام به شما بگم. بعدم پسر شما از طریق این توجه شما رو میگیره. ما حتی در خصوص بچه های چیزی به اسم نگتیو اتنشن داریم. بچه ها حاضرن کتک بخورن ولی توجه رو بگیرن. حالا اگر یه مادری و پدری پاسخ میدن به بچهشون، یعنی از 5 تا سوال او 5 تا رو جواب میدن، معلوم 10 تا سوال دیگه هم میکنه، 20 تا سوال دیگه خب هم همین میکنه. مشکل من الان اینه، سوالا تموم نمیشه، یعنی وقتی که خب چیزی معلوم هیچ نباید بشه، سوالی نداره نباید کنه بشه، میگه مامی خب اسم نباید تو بشه، چیه مثلا خب دیگه. نباید بشه. خب ببینید، میخواد شما رو درگیر کنه. بعدم اگر یک کس دیگه باشه، برای که میخواد توجه شما رو از او بگیره. اصلا قصه آها حسادت از همین جا میاد. من خاطرم از پسر بزرگ من پرهام، حالا اون دارم نشنبه، وقتی کوچیک بود میگفت نکانا نکانا، یعنی به من نگاه کن. میدونید، یعنی حرفش این بود که شما بچه ها اگر بهشون نگاه نکنید مثلا است. یعنی که حتی توصیه میکنن وقت با بچه حرف میزنید چشماتون باید موازی به هم باشه، یعنی میشینید باش حرف میزنید که چشماتون در یه تراز باشه، از بالا نمیشه با بچه حرف زد. نه اینا رو خب یعنی شما میدونید میگه من مثلا نباید جواب بدم، من سعی کردم همه رو رعایت 100% شما باید جواب بدید و هرچی هم توضیح بدید. غالب اوقات بیشتر پرسش های شما این است که پسرم تو من به خودت چی فکر میکنی؟ تو فکر میکنی چرا؟ چون اون موقع اولا یک بهش اهمیت میدی چون منم مطرحم، دومی که شروع میکنه ذهنش این ور اون ور رفتن و خلاقیت از اونجا میاد. اصلا هیچ وقت فرض کنید، حتی این مسئله که یه موضوع عادیه، ولی مثلا فرض کنید پسر شما 6 7 سالشه و میپرسه درباره مسائل جنسی، اولین چیزی که باید به ذهن شما بیاد مبادا اتفاقی افتاده یا کسی چیزی گفته یا چیزی به ذهنش آمده. پس اصلا پرسش اصلی اینه که پسرم تو خودت چی فکر می‌کنی؟ ها ببینم ببینم من یه چیزی از تو یاد بگیرم. اون موقع مثلا برمیگرده یه دفعه به یه چیزی اشاره می‌کنی، شما مثلا متوجه میشید یه کسی بهش دست زده، از اون جهت داره در سوال می‌کنه. به همین جهت است که هرگز نباید پرسش بچه رو پاسخ داد مگر اینکه خود او رو به فکر واداریم. من حتی بحثم درباره تو کلاس ها همینه، معلم خوب کسی است که به پرسش شما پاسخ میده، مشروط بر اینکه 3 تا 5 تا سوال تازه در ذهن شما ایجاد میکنه. معلمی که شما رو جواب میده، قانع میکنه و پرونده رو میبستید، اشتباه بزرگی میکنه. بنابراین اساس تربیت، من همیشه بحثم سر کنفرانس هایی بود که من به شما یه چیزی میگم ولی راهاتون میکنم، برای اینکه اگر تونستم کاری بکنم که شما بیشتر بخواید بدونید، راجبش فکر کنید، با دیگران بحث کنید، برید مطالعه کنید، من معلم بودم. و الا من جواب شما رو بدم، شما پرونده رو ببندید به دوبار کارتون. و همین جاست که تو نتیجتا شما حتما حتما بهش جواب بدید، ولی او رو هم وادار کنید که به شما جواب بده که او چی فکر میکنه. یعنی هر وقت هزاران سوال، هم نانستاپ سوال میکنه، من باید جواب بدم که آخر هر شما... به این میرسه مامی اسم تو چیه، من بعض وقتا میگم مگه تو مامی نمیدونی بهش بید، مثلا میگید کله پاچه بس خره بازی در بیارید. ولی میدونید چون او فقط شما رو میخواد. این حق الان گفتید دقیقا چند وقتشه؟ دقیقا دیروز شد 4 ساله. اوکی، من الان یه سخنرانی دارم البته در شهر لس آنجلس گذاشتم، کشش جنسی کودکان از تولد تا 8 سالگی با 5 اختلال شخصیت. ببینید بچه ها بین 4 تا 8 سالگی، پسر بچه عاشق مادرش میشه و فیزیکال و سکچوال ها، فیزیکال و سکچوال، یعنی در به در میگرده یه جوری بهانه پیدا کنه بدن شما رو لمس کنه، تچ کنه یا ببینه، میشینه منتظر میشه شما برید عموم اوریان شما رو ببینه تا بگید من میخوام برم لباسمو عوض کنم برم بیرون، راه میفته میاد. حتی مطالعات نشون میده به شما وانمود میکنه، نگاه نمیکنه ولی نگاه میکنه. بعد وقتی که شما به پدرش نزدیک میشید باهاش مسئله داره که چی کار میکنید. بنابراین یه پسر بچه عاشق مادرش میشه و در نتیجه وارد مرحله میشه که فروید به درستی میگه عقده ادیپه، و در اینجاست که شما قرار یه مقدار از نظر فیزیکی و بدنی فاصله بگیرید. یعنی نگید میخوام برم لباس عوض کنم، مطمئن باشید در حمامتون بسته است.
مطمئن باشید بدنتون قد بپخشید بین کلمتون، من اینو از شما شنیده بودم، بعد که گفتین که بعد یه جوری رفتار کنم اگه یه پسر 4 ساله دارم مثل یه مرد 26 ساله، ولی یه چیزی که الان شده، حالا هنوز نمیاد من اون سعی کنه ببینه و اینا، ولی هی میچسبه به من، ساعت تو صبح که میخواد بره دیکر جدا نمیشه، هی خوشو میچسبه به من، هی میگه مامانم من دوستش دارم میخوام پیشش بمونم، یعنی چسبیدنم کلافه میکنه، ولی بالاخره یه خواستگار جدی داره. نه من نمیگم نه ببینید صبر کنید اولا این احساس رو بچه داره، این حال رو داره، من و شما فقط باید یک گونه ای از سرش بندازیم و داشتم قسمت دوم عرض میکردم، یه مقدار شما بکنه نکنه باید نباید میگید و درست برعکس، پدرش باید بیاد تو صحنه، پدرش باید میره بیرون کارهای مردونه میکنه، پدرشه که بغلش میکنه، پدرشه که باش کشتی میگیره، پدرشه که میگه بیا من یه ذره پشتم درد میکنه برو رو پشت من پا بزن لگد بزن من استخونام حال بیاد، میدونی اون برخورد فیزیکی رو میذارید با پدرش بکنه و بعدم اون ارتباط رو اونجا برقرار میکنه، در چلن بعد از یه مدتی عشق شما رو راه میکنه، خودش رو آیدنتیفای میکنه با پدرش، بین 4 تا 8 سالگی این اتفاق میفته، اگر این کار رو بکنه بچه سالمیه و اونجاست که اون تمایل جنسی به دلیل احساس بدی که داره به مدت 6 سال خاموش میشه و ضمیر آگاه و ناآگاه اینجا از هم جدا میشه، یعنی اینجاست که ما گذشته هیچ یادمون نمیاد، برای که یه سیمان میکشیم روش، برای که این فکر که پسر بچه داشته باشه که من به مادرم علاقه مندم وحشتناکه برای بچه ای که زندگی میکنه با خجالت، اما بین 3 تا 6 سالگی مشکل بچه احساس گناهه، گناه مال 3 تا 6 سالگی است، یعنی میخوام به شما بگم این مسئله عادی است و متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها رعایت نمیشه، دختر بچه اینا نسبت به پدر داره ولی خفیفتره، حالا اگر شما کم کم از نظر فیزیکی فاصله بگیرید، جلوش لباس عوض نکنید، حمام شما رو نبرید، حمام او رو نبرید، به بدنش اونقدر دست نزنید، در حد ممکن نه اینکه اصلا میبوسیدش ببوسش ولی چند ثانیه، خیلی زیاد نباشه، او شما رو راه میکنه میره سراغ پدرش، پدرش پس 3 سالگی باید کاملا وارد زندگی فرزندش یعنی فرزند پسرش بشه و در نتیجه او همانند کنه خودش با پدر خلاص بشه، در غیر صورت چی میشه؟ ای پسر تبدیل میشه به نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر که من الان میخوام بحث کنم، شخصیت خودشیفته، دختره میشه هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجانی نمایشی، تنها اینجا نیست، پارانوید پرسونالیتی دیسوردر، برای که با شک و سوء زن زندگی میکنه، و اگر نوعش سنگین و خطرناکش باشه که مادر پسر رو به خودش بچسبونه یا دختر با پدر خیلی از نظر بدنی و فیزیکی نزدیک باشن، تبدیل میشه به بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی اختلالات شخصیتی اصلا مال 4 تا 8 سالگیه و دقیقاً هم به خاطر عقده اودیپه که مال پسران و الکتراست که مال دختر هست، این هم واقعیتیست که کاملا ثابت شده است عزیز، من به شما اینو میگم که من هزاران کیس رو داشتم تو کار تراپی و بعد 17,000 نفری که من هیپنوتیزم کردم در کنفرانس کودک درون، پرسش این بوده که وقتی قرار شده برن تو بغل پدر یا مادر کجا رفتن، چون دوبارم این کارو میکنم، همین تجربه است که 23 جولای دارم، برای که اون نشون دهنده گرایش شما کجاست و وقتی دختری میره به سمت پدر بیشتر یا پسری میره به سمت مادر معلومه گرفتاری‌های شخصیتی داره، نه اینا موضوع مهمیه و باید شناختش، لطفاً تولد تا 3 و 3 تا 7 من رو مثلا 3 تا 7 رو با دقت بشنوید و موضوع کردم با دقت بشنوید، چون اینا مسائل اصلی و اساسی است که اینجا پیدا میشه، بنابراین موضوع بچه‌ها و رشد بچه‌ها اهمیت داره، برای بزرگترین نیرویی که در انسان است سکشوال درایو، یعنی کشش جنسیه، خب آقای دکتر من یه چیزی هم هست ببخشید، این اصلا الان جدیدن اگه مثلا این اصلا اگه بخوره زمین یا دردش بگیره برعکس بچه های دیگه توی این سن نه گریه میکنه نه میاد میگه دردم گرفته، خب نیست دیگه میگه آره، بعد قایم میکنه مثلا میگه آوی شده، بعد زود میگه نه خوب شد الان بوسش میکنم خوب میشه، بعد دلش نمیخواد مثلا یه جایش اگه مثلا پاش زانوش مثلا اگه میفته چیزی میشه بره چیه مثلا دیکر دوست داشت نبیده، برای که مرد شماست، برای که در این خوشبختانه مثل باباش میشه میخواد گردن کرو باشه نشون میده من مثل تو نیستم از همه قوی ترم، نه شما فرزند دقیقا معلومه، خب از این همینجاست... خب هیچی کاری میکنی نه ولش کنی نه ببینید سر به سرش نگذارید، مسیر عادی رو کار نداشت باشید، شما اشتباه نکنید بذارید اون کار خودش رو بکنه، شما اگر موازم بهش نگم اشکالی نداره مثلا هی بهش میگم that's okay که بگیگ درد میکنه یا مثلا نه فایده نداره، نه اونا کمک نمی کنه، شما این کار دیگه باید بکنید، شما وقتی دستون رو بگید اوه درد هم گرفت
بیشتر شما دی درستش اینه. عرض کردم بچه رو تصحیح نکنید عزیز، بچه رو تصحیح نکنید، نشون بدید درستش کدامه. مرسی آقای دکتر، واقعا خیلی آرومم کردیم، ممنون ازت. من همه سیدی ها رو دارم، یکی یکی دارم. لطفا بشنوید.